اول که دوشکو میزنم نمیرم سراغ پشتی، میگم بذار این تموم شه بعد میرم سراغ پشتیش. حالا تا غذای مامان آماده میشه، یکی از مخاطبین عزیز به اسم نجلا ناجی. مامان جان این کیما رو میگه بذارم فریزر؟ وقتی اضافه آخه این که فریزر نمیدرسه مامان. دقیقا میدونستم الان میخوای همینه بگی. بگو نخور دختر، ضرر داره، دوام کن. چرا پیشنهاد منو قبول میکنی؟ دوام کن. فقط اینجا رو نشونتون بدم ببینید که خونه زندگی ما تو چه وضعیتیه. همه چیز وسط، مامان بانو هم اینجا مشغول. بنده دیگه بعد اینکه کلی جمع شده از این وسط دیگه تموتش مونده. دیگه آخرای کاره همه رو انجام دادیم. مگه کار تموم میشه؟ کار خونه اصلا تمومی نداری که نداره. نمیشه. چقدر کار بخوای هست تو خونه. دقیقا. من سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم. انشالله که حالتون خوب باشه. هر جا هستی روز خوبی رو داشته باشین. ما دیگه از سفر برگشتیم، یه چند روز استراحت کردیم، بعد دیگه دیدیم دم عیده نمیشه یعنی کاری انجام نداد. دیگه گفتم برشیم یه دسته به سرگوش خونی بکشیم چون زیادم فرصت نداریم تا عید. منتها خب حالا ما فرشمون که تمیز بود امسال، اصلا نیاز به شستن نداشت. فقط یه مقدار کارهای دیگه بود، مثلا مثل یخچال، مثل داخل کابینت. دیگه داخل کابینت ها همینجور که فرش بود و میشستم جلوی این کابینت ها، البته فریده جون کمک میکرد این ها وسیله رو میذاشتم روی دستم میشیدم میذاشتم داخل کابینت. داخل کابینت ها رو کلا تمیز کردم، یخچال خالی کردیم، یخچال شستیم، حالا اینا طبقه هاش همه بیرونه. منتها من دادم به برق، گفتم وسیله ها گوشت ها خراب نشه، حالا به برق باید طبقه هاش بذارم. این مقدار کار دیگری هر کاری کنی عید باید آدم یه دست به سرگوش خونه بکشه. حالا من قبلا هم خدمتتون گفتم ممکنه حالا مثلا برای اینه که تازه ازدواج کردن عروس خانم اینه که تازه کارن ندونن کار چجوری شروع کنن. دوستان اول باید کار رو از آشپزخونه شروع کنید، یعنی کلا داخل کابینت رو تمیز کنید، روی کابینت رو بکشید، بعد برید سراغ یخچال دیگه، بعد در دیوار و سقف آشپزخونه رو تمیز کنید، دیگه آشپزخونه کلا تمیز میشه، دیگه کاری نداریم تو آشپزخونه. بعد دیگه میرین داخل سالن اتاقا، یه آب و تاید هم درست میکنید، توی یه کاسه آب میریزید، توی یه کاسه هم آب و تاید درست میکنید، یه مقدار هم وایتیک روش میریزید برای در دیواره سالن اتاق. حالا یه دستمال هم میدارین، اول نم میزنید، دیوار رو میکشید، بعد با دستمال بعدی که تو کاسه آب روش رو میکشید که تمیز بشه. دوبار این کار رو بکنید، کلن خونه برق میفته، تمیز میشه. از سالن شروع کنید تا کم کم داخل اتاقا. اینا که تموم شد دیگه باید بیاین سراغ مثلا چه پرده، مثل فرش. حالا اگه فرشتون تمیزی که خب تمیزی دیگه، اگه تمیزی سیگ میری سراغ پرده، پرده ها هم در میاری، شیشه ها رو تمیز میکنی. حالا پرده اگه من خودم الان میخوام پرده رو در میارم میزم توی لباس چیه، یعنی پرده های یه جوریه که مثلا اون سفیده زیریش وقتی که میندازی داخل لباس چیه در میاری تا نم داره حافظ میکنی دیگه احتیاج به اتو نداره. اینه که حالا اگه اینطوری میتونید داخل خونه بشورید تو لباس شویی، اگر نه که میتونید بدید به خوشویی اگه پرده‌های ظرف موضعی دارید. اینا من از کار خونه تکونید، بعد هم میره سراغ لامپ و لوستر و اینجور چیزا. آخر سرم که میبینی به به چه خونه بو عطر و بوی قشنگی گرفته. تمیز یعنی بوی عید، دیگه بوی اسفند یعنی بوی عید، یعنی عید صفاش به همین کاراست. خیلی قشنگه. دقیقاً خیلی خوبه. حالا ما تا یه حد این کارا رو تا اونجایی که نیاز بود انجام دادیم، تموم شده. الان که مبل وسط سالونه، وسط اتاقه، به خاطر اینکه حالا یه مقدار نظافت انجام شده به در دیوارا، حالا باید قاب عکس رو بزنیم، بعد پرده رو بخوام در بیارم بشورم، قفسه یخچال رو جا بندازم و اینکه کابینت ها هم تموم شده. برام بوده همین چند تا این بستنی خوری ها که اینو فریده چون قدش میرسه برام بذار اون بالا. عزیزم حالا میام باید میچینم، حالا میام میچینم. اینم مشغول تکونی امسال ما دیگه، به هر حال خانمای ایرانی عادت دارن دیگه، یعنی رسمیه. حالا هر جوری یه کار کوچولو هم اگه مونده باید انجام بدیم. انشالله که شما هم به خوبی و خوشی کار عیدتون انجام بدین و سال خیلی خوبی رو داشته باشین. اینو هم برداریم که دیگه به چنه
منم سلام میکنم به همگی، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. همونطور که میبینید دیگه ما مشغول جمع کردن خونه ایم. خونه هم انقدر کار داره که ماشاءالله جمع نمیشه، هر چی جمع میکنی تمیز میکنی باز یه طرف دیگه هم هست، ولی در کل خیلی لذت بخشه، خیلی لذت داره وقتی خونه رو تمیز میکنی میچینی، بعدش که تمیز میشه میشینی یه فنجون قهوه یا یه لیوان چای میخوری دیگه، اون بی نظیره دیگه، یعنی فقط لذتش رو میبری. حالا من برم اینا رو بچینم. اینجا رو چیدی؟ ببین تا من نبودم اومده اینجا رو چیده. خب عزیزم میذاشتم من برات میچیدم دیگه، یه 10 دقیقه سرم گرم شد. یه بخیز جمع شد ماما جم عزیزم دیگه، من همه شاسته شد تمیز شد، وقتی شاسته میشه دیگه آدم دوست داره براق میشه ماما. بله خب اینا هم بذار ماما، اینا تو هم بذار. آره جا مونده بود ندیدم. این چون سرش باریکه دیگه برعکس نمیذارم میفته. نه اونو که نمیشه برعکس بذاری، باید صاف باشه ماما. اینجا هم که قسمت قاشق چنگاله هست، همه رو شستیم، هم ظرفاش و هم قاشقا رو کامل قاشقی گذاشتیم داخل کابینه. یه مقدار نم داشت ماما جان، نم خوش کردم دیگه مرتب شد. زیاد من یه مقدار قلمتش کردم، حالا همینطوری گذاشتم تا وقت مرتب کنم، گفتم خراب نشه گوشت و سریع زدم ببر. اینم که داخل یخچال شستم و آب ریختیم که دیگه کامل رفت و حالا خوش شده. خب وقتی یخچال شسته میشه شه تمیز و خوب میشه. بله الان دیگه خوشگم شد، یک ساعتی هست کامل خوش شد. هم هاشو بذارم وسیله هاشو بیارم بشینم. این قوطیه رو روغن ایمونیه با من سست اینا. خب بزنیم برید عزیزم. فکر کنم فلفل دلمه ای اومده به اینا. آره برش داریم نیمه ترشه دارم، همینطوری بذاریم سیاه هم شده بس شیر مرش بود. خب ماما جان از یخچال تموم شد، اینم یخچال ما سیدیم تموم شد، خیلی کار برد، یعنی یخچال فقط یک روز کامل رو به نظر من وقت میبره تو آشپزخونه، خیلی زمان بره. من این کشیدم وسط، یعنی آوردیم این وسط، پشتش رو من تمیز کردیم، داخلش هم شستیم، کاملی رو وقتمون رو گرفت دیگه. حالا آخرش گفتیم جلو دوربین زیاد بدتر نشیم، شما دوستان اذیت نشید دیگه، آخرش رو گفتم نشونتون بدم. حالا باید بریم سراغ پرده، پرده رو گذاشم لباس شیهی شسته شه، بعد بزنیم پرده رو. چی کار میکنی مامان؟ تموم شد اتاقم؟ اینم تموم شد ماما جان، این چی سفید شد. آره اتاقم تموم شد، در دیوارش و پرده هم که شسته شد و کامل دیگه، هیچ کاری دیگه اینجا نداری این اتاق مرتب شد. اونجا هم مرتب تمیزه. حالا یه مقدار باید جمعجو کنم اتاقا. عزیزم خسته نباشید. اینا وضعی به امسال ما برم پر خودمون رو رسوندیم، تا یه حدی کارا رو انجام دادیم. تا یه حدی نیست دیگه، واقعا همش انجام شد. آره حالا برم یه سر این لباس شیه بزنم ماما. پنجره‌هاشون سخت و سریه، خب پرده هم زیاد بخوره دیگه، یعنی واقعا تمیز کردن شیشه ها خیلی مشکلی، یعنی پرده رو باید بزنی کنار، ولی باز با این حال من خودم خب تمیز میکنم، نه طول سال یکی دور تمیز میکنم دیگه. پری شب بود که من این زیر پرده رو کنار بردم، به قدر بارون زده بود که اصلا گل شده بود، خیلی کثیف شده بود شیشه ها دیگه، شیشه ها هم تمیز شد و الان شیشه ها تمیزه. حالا پرده ها شسته شد میارم آویزون میکنم.
بعد دوستان خواستم خدمت بگم که برای نظافت خونه اینا یعنی واقعا اینقدر هزینه رفته بالا. گفتم بهتون بگم یعنی اینجا رو من با اون آقایی که قبلا میومد صحبت کردم، گفتش که من وقت ندارم، وقتم تا شب عید پره. گفتم حالا بخوای بیای تمیز کنی چقدر میری؟ گفت من 5 تومن میگیرم، یعنی با من 5 میلیون میگیرم یا خونه تمیز میکنم. حالا ببینید چقدر هزینه رفته بالا. قبلا که مثلا ما 4-5 سال پیش بود اومدیم اینجا با 250,000 تومان اینجا تمیز میکرد، یعنی روز که ما از رو بوردیم هزینه ها خیلی رفته بالا. خیلی. اون شبی که اومد گفت خانم من 250,000 تومان میگیرم کل خونه رو تمیز میکنم. گفتم این نداره، وقتی تمیز کرد حالا یه مقدار مسئله اضافه بود ما بهش داریم برد بیرون، من به 400,000 تومان دادم اون موقع، ولی الان داره میگه 5 میلیون. بعد مثلا فرش رو من دیروز فرش اتاق گفتم بدم آلیشویی بشوره، اتاق کوچیک فرش 6 متری گفتم بشوره با این راه رو دیگه. زنگ زدم که آلیشویی گفت میام میبرم قراره تا زور بیاد ببره. گفتم متری چنده؟ گفت متری 50,000 تومن. یعنی واقعا فاجعه بار شد این گرونی ها. پارسال متری 20,000 تومن شد، سالا داره میگه متر 50,000 تومن. یعنی یه فرش 12 متری اگر آدم بخواد بده فقط 600,000 تومان میگیره میشوره، 150 تومان رفت آمدش رو میگیره، حالا یه دونش رو تماری که بخواهی میشوره باید یه 2-3 میلیون بده. شیشه ها هم که دیگه تمیزه تمیزه. من فردا این شسته شد بده من بزنمش. تمیز شد؟ تمیزه تمیز شد. دیگه این الان همینطوری که بزنیم چروک نمیشه دیگه. ببین صافه صافه. بله. تو هم نمیخواد. اینم زیر پرده یک سالونه من شستم داخل هم لباسه یه داختم شست خیلی هم صاف و قشنگه نگاه کنید، ولی باز با این حال یه اوتوی کوچیک روش زدم. حالا میخواییم تا پردهش آماده بشه شسته میشه اول زیر پردهش باید بزنیم. اینجا یه دونه گیره کم داشتیم، یه دونه گیره. بله مامان کم بود داشتیم گیره مامان اضافه. آره حالا بعد میرم بالا میزنمش. این زیر پرده ای اینقدر جنسش خوبه که البته این پارچهش پارچه لباس عروسه. اینه لیلا جون تاقه داشت و خونه تاقه بزرگ بود، بعد از همون پارچه آورد. موقعی که ما آمده اون سال اومدیم اینجا گفتش که این خیلی خوبه، من اینه میدوزم برای زیر پرده ای هم قشنگ باید میسم که خوب کار میکنه. زخیم جنسش خوبه. زخیم خیلی عالی. الان 5 سال اینجا داره کار میکنیم و الان خریدیم. خیلی جنس خوبی داره. بکنم پرده شسته شد ما. بله اونم باید بیارم بزنم. دوستان ببینید چقدر قشنگ، یعنی یک ذره چروک نشد. من انداختم داخل لباس شویی 2 تا 15 دقیقه زدم شست، یعنی تمیز تمیز هم تمیز شد هم صاف، یعنی اصلا احتیاج اتو با حال هیچی نداره. حالا فقط مونده که این تسمشم هست، این تسمشم این دوزن که دیگه قشنگ دست شخ بایستو پردم. یه روب زدم شست، گفتم بخاطر این که موقع کف نمونده باشه داخلش یه رو بازارم آفکشی کرد، تمیزه تمیز شد. این خوبه که احتیاج به اوتو نداره، اینش خوبه راحته دیگه. خب خدمت دوستان عزیزم بگم که تا اینجا ما کارمون انجام شد. الان من میخوام بهتون بگم که برای نظافت مبلا، برای تمیز کردن مبلا شما چه رویش رو به کار میبرید که مبلاتون رو خودتون تو خونه بتونین تمیز کنید و یعنی خودکفا بشین دیگه. خودکفا بشین، هم اقتصادیه هم صرفه جویی اقتصادیه، همین که خب خیلی راحت خودتون تو خونه این کار رو انجام میدین. این مبلا رو من خودم دیروز همه رو تمیز کردم. ببینید یعنی الان اگر نشون بده با من جا نشون بده از نزدیک ببینید چقدر تمیز شده، یعنی کل مبلا رو من همه رو تمیز کردم.
دیروز از ظهر شروع کردم تا غروب یواش یواش. البته هر یه دونه مرغ رو با آب و کف جداگونه با فریدی جون همه رو ما دونه دونه ماشین کشیدیم و تمیز کردیم. فقط یه دونه‌شو نگه داشتم، گفتم جلوی دوربین من یه دونه رو تمیز کنم که شما دوستانم ببینید اگر خواستیم تمیز کنید بتونید به چه روش تمیز میشه. من به خاطر این خودم تو خونه دارم تمیز میکنم، چون قبلا دیدم که اینایی که میان مب میشورن به چه صورته. اینی که زیاد دوست ندارم، راضی نیستم، حس میکنم وقتی که اینایی که میان داخل خونه مب میشورن، این کفایی که میره داخل مبل اینا اون داخل میمونه خوش میشه. فکر میکنم کفا همه داخله. به خاطر این من خودم یه آب و کف درست میکنم، اول میکشم روی مو قشنگ. خب حالا چرا دوست نداری؟ اوضاع خونه من دیده بودی؟ مبلای قبلی؟ مبلای قبلی. بعد طبقه دومی هم آورده بود، میشست مبلاش رو دیدم چه جوری بود. زیاد من عقل خاصی دارم. حالا شاید ما قدیمی ها دوست داریم همچین خودمون باشی بشیرم و آب بکشیم و اینا تمیز بشه. حالا شاید علتش همونه. ببین وقتی میکشید مامان جان، مثلا این کفو که میزد میرفت داخل با دستگاه مکش میکشه بیرون ها، میکشید میرفت تو مخزنش دیدم. آره ولی انگار آره ولی باز انگار حس خوبی خودت نداری. آره من دوست ندارم. بعد دیگه که الان من همه رو اول، یعنی هر یه دونه رو جدا جدا اول قشنگ کفونی کردم، بعد روشم با دستمال آب و این دستمال کشیدم جدا، یعنی هر یه دونه‌شو جدا 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 سریع تمیز کردم. خیلی تمیز شد. الان مبلا رو ببینید تمام براقه، یعنی انگار اومدن شستن و رفتن، هیچ فرقی نمی‌کنه. خیلی براقه. تمیز شد. حالا با اینکه زیادم کثیف نبود، ولی وقتی که من می‌کشیدم هر یه دونه کاسه رو اگر ببینید، شما ببینید یه دونه کاسه کافه، اینم یه دونه کاسه آبه. بعد اینا این الان آب گرمه، به خاطر اینکه آدم میخواد بکشه آب گرمش خب بهتر تمیز میشه. یعنی برای هر یه دونه مب اینا رو من جدا جدا آب میکردم میآوردم که قشنگ دیگه چرک اون یکی نده تو اون یکی. ولی خب آب کفش رو هر دو تا که تمیز میکردم بعد عوض میکردم. با شامپو فرش قاطی کردی؟ درسته. با شامپو فرش. حالا اگه یه وقت کار شامپو همه وقت تو دسترستون نیست، یه مقدار همون پودر لباسشویی یا پودر دستی رو قشنگ تو آب جوش حل کنید، توی آب اون کارم میتونید انجام بدین. حالا من یه دونه مبل مونده، اینو گفتم جلوی دوربین برای شما دوستان انجام بدم که اگر وقت خواستین تمیز کنی روششو بدونید به چه صورته. خب الان من این دستمالی که تو این آب تاییده ببینید دوستان، اینه این من اینطوری میکشم روی مو. خب یه سری که میکشیم دوباره میذارم تو همین آب و کف. دوباره میکشم. حالا میشه این کمان بشینی هرگی و خسته میشی میتونید بشینی. آره دیگه راحت تره، بیشتر آدم مسلط تره بکن. بعد این کناراشو قشنگ به این صورت بکشیم. من دوبار آب و کف زدم، الان میخوام با دستمال نمدار آب و کفشو تمیز کنم. یه دفعه دیگه خب من دو دفعه دستمال با کف زدم، سه دفعه هم دستمال با نمدار، دستمال با آب ساده میزنم که دیگه خیالم راحت چه تمیز شده. اول که دوشک رو میزنم نمیرم طرق پشتی، میگم بذار این تموم شه بعد میرم طرق پشتیش. حالا اومدم طرق پشتی مبل ما. ببینید این دستمال چون کف تو خودشه رو صندلیش نمیریزه. حالا واسه احتیاط وقتی این تموم شد یه دستمال هم دوباره روی صندلیش میکشیم. مبل همینطور که نگاه میکنه میگه اون مبل تمیزه، کثیف نیست که.
ولی وقتی که یه دستمون میکشی میبینی به هر حال اینا هم گرد و خاک روش میگیره، بعد براق میشه. حالا نیازی هم نیست که آدم وقتی که شروع میکنه یک سره همه رو بکشی تا اینکه مثلا میگه خوب خسته شده. دو تا اونا رو میکشی، میشینی، یه استراحت میکنی، یه چایی میخوری، بعد دوباره شروع میکنی. چی دیدیست که پنج دونه مبله با یه کاناپه زود تموم میشه. خب اینم از شستشوی این مبل که روششو براتون گذاشتم. حالا آبم نشونتون بدم که این یه دونه مبلی که من شستم به این صورت میشه که حتما باید آبش عوض شه. ببینید دوستان اینه، تازه حالا زیاد کثیف نبود مبل ما. حالا به همین روش پایه‌هاش هم تمیز میکنیم دیگه تموم میشه. بعد دیگه مبل رو بچینیم. تمیز شد، سفید شد، حالا تا غروب بمونه دیگه خوش میشه. مثل اون مبل که من دیروز داشتیم تمیز میکردیم تا آخر شب کشید خوش شد. دیگه صبح که بلند شدیم دیدیم خشکی خشکی. حالا اینم همینطور، اینم تا آخرش هم خوش میشه. ولی خیلی تمیز شد، خیلی خوب شد. پایه‌هاش هم بکشم دیگه تمام میشه. حالا از استانبول برگشته بودیم مامان، من رفتم خونه، اتفاقا دوستان شما کامنت گذاشته بودن فریدشون با یخچال چی کار کردی، خونه رو چی کار کردی. من کلا برق خونه رو قطع کردم بعد، ولی برگشتیم خونه من خیلی خاک میگیره. من قبل از اینکه مامان خونه تکونش رو شروع کنه، من یه دستی به سرگوش خونه کشیدم، بعد رو میز ناهار خوریم رو صندلی ها، صندلی من مثل مال مامان روش پارچه نداره، کلن چوبه. مامان قشنگ یه لایه زخیم خاک نشسته بود. جدا؟ آره خیلی خاک میگیره. چجوری پنجره همه بسته؟ همه بسته، ولی خونه من خیلی خاک میگیره، خیلی خاک میگیره. من نمیدونم میخوام بر کجا میان داخل خونه. با این کمی همه تمیز میکنه، یعنی الان رومیزو میکشم 3 ساعت بعد دوباره پر خاکه. بعد من برای آلودگی حواس میگیره. آره بعد رو میز، روی صندلی ها، مثلا روی صندلی ها خیلی خاک جمع شده بود، مثلا روی میز وسط و اینا هم بود، ولی روی صندلی ها خیلی، حالا یا به خاطر رنگ چوبش بوده اونطوری دیده میشد، خیلی خاک گرفته بود. نه خاک یعنی میگیره، مثلا من اومدم این صندلی کف خونه خوب یکم خاک گرفته بود. آره یعنی آدم همش باید یه تو خونه هی حرکت کنه، تمیز کنه، مرتب در حال تمیز کنی. آخه وقتی هم خاک میگیره آدم دیگه دوست نداره. یعنی زندگی همیشه باید تمیز باشه، مرتب باشه تا بتونی لذت، یعنی وقتی میشینی خونه انقدر باید تمیز باشه لذت ببری از اینکه نشستی. باید فراغ باشه. به نظر من آدم صبح که بلند میشه باید کل پنجره رو باز بذاره، یه دستی به سر گوش خونه بکشه، یه جارو برقی بکشه، یه چایی هم درست کنه بشینه بخوره، بشینه بخوره لذت ببره، یه فیلم هم بذاره، فیلم مورد علاقه‌شو بذاره پلی کنه. یعنی آب و هوای خونه اونطوری همیشه تازه است. همیشه. مامان اینجا نشسته. من یکم نشستم تا بلند شم ادامه این کارو انجام میدم. البته دیگه آخرشه. میگم که من خودم همین اخلاق دارم. خب صبح که میشه بلند میشم، اولین کاری که میکنم پنجره آشپزخونه، پنجره اتاق، کل دو تا اتاق همه رو باز میذارم، کتری روشن میکنم، چایی که خوردم خونه رو تمیز میکنم. بعد این خونه آب و هوای خیلی خوبی داره، خیلی تاثیر میذاره، بوی خوب میده، خونه که همیشه تر و تمیزه، اون بوی تمیزی از همیشه. بعد شاد آدم، که آدم روز آدم قشنگ شروع میشه. دقیقا. ولی وقتی خونه به هم ریخته باشه اون حس خوبو نداری. بعد وقتی به هم ریخته میشه دیگه طرف ولش میکنه، همینطوری به هم ریخته میشه. دیگه آدم همش خوابش میگیره وسط اون. با اون اوضاع آدم همش خوابالوه. ولی با اینی که من میگم آدم همیشه سرحاله.
آره درسته؟ دقیقا همینه. خب بریم ادامه این کار رو انجام بدیم، زیاد هم نمونده، کم بوده. اول یه چایی بریزن، یه چایی بخوریم، بعد خونه رو جارو بکشیم و بریم تو آشپزخونه. آشپزخونه هم یه مقدار هنوز کوچیلو کار داریم، اونم تموم میشه دیگه، باید بریم سراغ نهار. من برم چایی بریزم. مرسی مامان جان. نیشه جان مرسی مرسی. میخوایی میوه بیار بخور؟ میوه که خوردیم. مامان چیز کن، کاکاو داری؟ کاکاو بگو نخور دختر، ضرر داره. کاکاو دوام کن. چرا پیشنهاد منو قبول میکنی؟ دوام کن. وقتی که کار کردی انرژی مصرف کردی. دو تا بیشتر بر نداشتم که بیشتر نخوریم، یکی مامان یکی من. مامان دیگه همینطوری آوردم. کافیه دیگه، رو میشنه دیگه خورده نمیشه. ضرر داره. خانده میخوای دیگه؟ نه. رفتی سراغ اجاق گاز. دیگه نوبت اجاق گاز شد. من همیشه وقتی که کسف میشه خیلی میریزم داخل قابلمه، این چوننه رو تایدم میریزم روش، آبم میریزم، یه دو سه دقیقه که بجوشه خاموش میکنم، هرچی چربی داره میاد بیرون. الان البته من این شعله وسط رو صبح شستم، این رو شستم، تمیزه تمیزه، یعنی هم داخلش و روش و همه رو شستم، حالا مونده اونه دیگه، چون میخوام قابلمه رو بذارم گفتم دیگه این تمیز باشه. قابل من رو بذارم روی این بجوشه، اطرافش هم تمیز کنم، خودم این دستمال بکشم. خب الان دو سه دقیقه از داره میجوشه دیگه، کافیه. میخوام بازو خاموش کنم که دیگه چودنه رو از داخلش نر بیارم. دیگه اومدم سراغ گاز، اول خودو تمیز کنم که ازش قطره شیدی میجوشه که روی گاز، بعد آخرش دیگه گازو تمیز میکنم. من یکم آب و کف درست کردم. خب با همین خود رو دستی مخلوط کردی دیگه؟ خود رو دستی ریختم. من همیشه همینطوری تمیز میکنم، خیلی تمیز میشه. مامان اینقدر که تمیز میکنم براقه، میبینی؟ هیچی نداره. باری کن بگیاره این مقدار تمیز میشه، آب و هواش عوض میشه. این فیلترش هم تازه شده، تمیزه. آره اینم منم اینجا. من با این اسکاچ میکشم به خاطر اینکه خب به هر حال غذا وقتی میجوشه روی این شیشه های چیزای قلمه قلمه میچسبه، این با دستمال خالی نمیره، باید حتما یه چیز زر باشه. نذاشتی برم بالا انجام بدم که؟ نه خودت هم خیلی کار کردی، اینو خودم بهتر میدونم. اه دیگه اینطوری هست؟ دیگه اینطوری شد؟ عجب از دست تو. اتفاقا منم رفتم هودو بکشم، صندلی گذاشتم چارپایی، رفتم بالا و اینا اون پشتشو قشنگ کشیدم، همه جاشو تمیز کردم تا میتونستم کشیدم و با این مواد ضد عفونی کننده. بله بسیار خوب کردی. اگه آدم نرسی که دیگه فکر میخوای غذا درست کنی، احساس میکنی که از اون پشت هی میخواد آلودگی وارد غذا بشه بریزه، به هر حال دیدی یه پرزای ریز ریز میگیره، آدم باید تمیز کنه. پرزه که میگی، من یاد اولی بود که میفتم که اومدیم تو این خونه،
وای اون که دیگه نه خیلی خونه کثیف بود. تمیز کردی؟ یعنی من تا دو ماه در گرین گاز بودم فقط. بود وقتی که اومد این آقایی که میخواست گاز درست کنه بودن این مقدار مشکل داشت. بعد این در رو که باز کرد اینطوری تیکه 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 همه این سیرابی وای وای اون که اصلا نبود قشنگ بود اینطوری از این بالا تمام تیکه 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 آرزون بود یادمه تمیز نمیشد گفتم باور کنید اینو من الان دارم میبینم اینقدر که تو این خونه کار داشتم هنوز سرغم خوب نیومدم بعد این فیلتره این همون شیشه سیاه بود و تمام اینطوری آرزون بود یه چیز عجیبی بود که من خودم خجالت کشیدم گفتم نه اینو به قبلی مال من نیست ما یک ماه اومدیم اینجا خلاصه وقتی که میگی یاد اون روز میفتم اونجا عزیزم اینم هست آخا باید از هم دیگه بکشم اینم از خوریم تمیز شد درش ببرم اینم از ساعتم قوز کنم نکاشی روش با همین سیخ گاز رو تمیز کنم با همین اینا خیلی قشنگ تمیز میکنم بله کلا چربی رو همه رو از بین میبره بله دیگه به همه جاش بمانم بذاریم یه چند دقیقه بمونه آره میخواستم ماسک بزنم یادم رفت چون بوی این سیفا خیلی غلیظه نه دیگه الان میام بیرون از آشپز خونه قشنگ با اینکه مثلا تمیز بود مامان ولی یه چیزایی دوباره خارج شده ازش چربی خارج شده آره نه بود دیگه آخه این بود داده بود اون اول که زدم توش خیلی زیاد بود الان دیگه نداره بود خب باشه بدارم نه عزیزم برو اونو قشنگ حالا یه دو سه بار بکشم که قشنگ اون مواد رو گاز نمونه هی دست رو بشورم و من کاسه ها رو دوتا دارم گذاشتم فقط برای یه همچین کاری که داریم آخه چون سبوکه آره برای همون استفاده میکنم دستمالی که برای خونه تکونی استفاده میکنید یا کلن دود در طول سال برای آشپزخونه استفاده میکنید خب چرب میشه دیگه داخل آشپزخونه دستمال زود سیاه میشه و چرب میشه حالا شما میتونید هر چند وقت یه بار بذارید داخل قابلمه تایلم روش بریزید آول بریزید بذارید بجوشه دو سه دقیقه که بجوشه دستمال تمیز میشه یعنی دیگه هیچی توش نمیمونه یعنی واقعا این راهکاری که مامان میگه دقیقا همینه خیلی خوب تمیز میشه تمیز میشه دیگه جوشیده میشه چربی و همه داخلش میاد بیرون الان این دستمالاری که ما داریم کار میکنیم دیروز سال من دو بار جوشوندم یه دفعه دیروز مادرزار جوشوندم یه دفعه امروز مامان آره دو دفعه اینا رو من چون کار داشتم خیلی کار داشتم تو آشپزخونه دیگه اینا رو گذاشتم جوشید که دیگه کامل زده و فونی بشه آدم قشنگ کارش رو انجام میده الان میره واسه یه جوشیدن نه حالا یه میاد الان کار دیگه آره تمام شد؟ آره تمام شد کتریه بذارم جوش بیاد دیگه الان نوبت چایی و ناهاره دقیقا حالا نهار چی داریم؟ مامان جان نهار دیگه گفتم امروز یه چیز ساده بخوریم و در این حال خوشمزه خب گفتم دیگه از بیرون نگیریم غذای خونه باشه منطقه دیگه خب فرصت نکردیم چیزی بذاریم آره خیلی کار بود میخوام یه دو تلیوان کته درست کنم با یه تونه ماهی میزوشونم بخوریم با هم به 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 پس یه کاری کن
از اون برنج کره‌ای هم که داداش آورده. سیاها؟ آره، قاطیش کن که خیلی میچسبه. با جلبک دریایی هم که داریم دیگه کیم. دیگه مزه میده. جلبک ها و تون ماهی هم اتفاقا میخورن خودشون، مزه میده. خیلی مزه میده. خیلی. دیگه الان همینو میخوریم با هم ما. دستت درد نکنه. سریع آماده میشه. الان میذارم برنج. بزنیم. این هم یه برنج کره‌ایه که خیلی خوشمزه است و خیلی هم مقویه برای قاطی برنجه، یعنی اینو نمیشه که بخوای همینطوری خالی درست کنی بخوری، برای طعم و مزه و خواصش یکی قاطی برنج سفید میکنه. بعد قشنگ رنگ بنفش هم میده. رنگش بنفش میشه دیگه، بیشتر از اینم نمیشه بریزی. نه جا داره ولی بیشتر دیگه نمیشه، سیاه میکنه. برنج کره خیلی خوشمزه است، خیلی هم مقویه، واقعا جای دوستان خالیه. کره چند مدل برنج داره. یه برنجش هست که کلان مثلا میگن این برنج تقویتیه، اسمش برنج تقویتیه وقتی میری میگیری، یعنی قاطی اون برنج همه چی هست، حتی تا ذرت خوش شده، برغول خوش شده، دیگه بگم خیلی چیزا بود یادم نیست. برنجای مختلف دارن، خیلی برنجای خوبی دارن. برنج چیزای خیلی خوبی قاطی این برنجشون هست. من خودم وقتی رفته بودم کره از اون برنج می آوردم، بچه ها خوردن یعنی واقعا خوششون اومده بود. اون برنجشون خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه بود. همش خوبه. همین هم خوشمزه است. بله، بعد برنجاشون مثل مال ما کشیده نیست، کوچیک و گرده، گردتره. بله، بعد درشته. بعد مثل ما اینطوری دون در نمیاد، برنج تقریبا انگار به هم منسجمه وقتی درست میکنن، که راحت با این بعد چاپستیک هم راحت خورده میشه و بعدش نمیشه. همونی که با همون چاپستیک ها میخورن راحت خورده میشه، منسجمه به هم میچسبه. درست کنیم بخوریمش دیگه، گرسنه‌مون شده، برم بشورم برنجا. خیلی، منم واقعا گرسنه‌ام. من نمک نده، نمک صورتی ریختم. نمک های صورتی خیلی نمک های خوبیه. نمک معدن واقعا برای بدن نیازه، یعنی اصلا هیچ ضرری نداره. الان داخل غذا از این استفاده کردیم؟ الان داخل برنج استفاده کردم. بعد این نمکش هم نمک اصله، نمک تقلبی نیست. اگر نمک تقلبی باشه که خوب رنگ دیگه با دست رنگش میکنن، داخل آب بریزی مشخص میشه، ولی این نمک اونطوری نیست. نمک معدن و نمک خیلی عالیه. حالا تا غذای مامان آماده میشه، یکی از مخاطبین عزیز به اسم نجلا ناجی کامنت گذاشته بود که فریدشون اگه میشه تو گردنتون تو دوربین به ما از نزدیک نشون بده. حالا من نمیدونم، اما دوربینو بیارم جلو ببینم تا دیده میشه. اگه دیده نمیشه درش بیارم. دیده میشه؟ دیده میشه. اگر سخته میخوای درش بیارم؟ اگر در بیاری که بهتره. نجلا جان، این تو گردنی منه، نقره است و این آبی و سفیده ای که میبینی اینا صدفه. این وسطش هم تقویم مایه هاست که میگفتن 2012 دنیا به پایان میرسه. این است تو گردنی من. جان درونش خوش میشه دیگه، با درنش کنم. ماما جان یه بسته که اینجا رو بشورم که با غذا بخوریم. اگه توضیح میخوایی من دوستان بدی، چون سوال داشتن. بله دیگه خود توضیحات شو بدیم. باشه عزیزم. بعد دیگه خود درستش کن برای این آهار پرشش میزنم. چشم. خب آلو برنج خوش شد. گفتم شما دوستان ببینید که این برنجی که داریم درست میکنیم رنگش رو قیافش هم ببینید. حالا دم بکشه، دم کردش هم میشه میشه قشنگ برنج رو بنفش میخوره. بیشتر بریزید دیگه برنجتون سیاه میشه. سیاه میشه. بله، تا همین حد خوبه و کفایت میکنه. باید دمش کنم ماما. یعنی من به شخص عاشق کیمم، خیلی خوشمزه است. با برنج و تون ماهی خیلی میچسبه، با برنج و تخم مرغ خیلی میچسبه، با غذاهای خودشون هم که دیگه خیلی میچسبه با غذاهای کره ای. بعد کیم ما دو مدل داریم. یه مدل اینطوری که خب بوداده شده است، نمک بهش زدن، بودادن، بعد آماده است که با غذا به این صورت خورده بشه. اینطوری ورقه ایه که شما برش میزنید و به قسمت های کوچیک تقسیمش میکنید. یه مدل دیگه هم دارن که ما اون روز از بازار بهجت آباد خریدیم، خب خامه، تفت بوداده شده نیست.
اون مدل برای اینکه شما میخواین کیم پاپ درست کنید، حالت اینکه بپیچونید، نباید اینطوری باشه، باید از اون مدل خامش باشه. بعد این مدلی هم که بخواید کیم بوداده شده که با غذا بخورید یا خامش، و یعنی هر مدلش رو دوست داشته باشین، بازار بهجت آباد داره. ما اون روز با ما رفتیم کامل فیلم گرفتیم نشونتون دادیم. مواد غذایی کره‌ای، ژاپنی، چینی یا حالا یه سری کشورهای دیگر رو بازار بهشت آباد میفروشن، همه رو میتونید خیلی راحت از اونجا تهیه کنید. حالا من اینو برش بزنم، ببینید برگه هاش سایزش به این صورته. من اینو چهار قسمت میکنم، بعد از وسط نصف میکنم، یعنی هر یه دونه این انگار میشه 8 قسمت. حالا بعد دوربینم میارم از جلو نشونتون میدم که چجوریه. بستایی اینجا هم که میفروشن، بستایی کوچیکشون رو دقیقا سایزش همین قدیه، بعد 10 تا انقدی داخل بسته است که من اون روز اسموکیش رو گرفتم، فکر میکنم از بازار بهشت آباد اسموکی بود، درسته مامان؟ 10 تا برگه بود، 110 تومن یا 140 تومن داخل ویدیو هست. حالا من اون ویدیو رو آخر این ویدیو میذارم که رفتیم بازار بهشت آباد، لینکش رو میذارم که ببینید قیمتش رو یادم نیست، ولی داخل ویدیو تو اون ویدیو گفتیم. کیم خیلی گرونه اینجا ما. بله گرونه. دوباره گرونتره هر سال متاسفانه. متاسفانه هر سال اوضاع همینه. یه نکته مهم دیگه برای استفاده کیم، شما این بسته تا موقعی که درش بسته است بیرون باشه هیچ مشکلی نداره، ولی وقتی درش باز میشه و شما یه مقداریش رو استفاده میکنید، یه مقداریش میمونه، اونو دیگه بیرون نگهداری نکنید. حتما داخل یه ظرف بذارید یا داخل خود بستش باشه، بذارید داخل فریزر، دیگه بیرون نذارید. یعنی هر چقدرش مون دیگه باید بره داخل فریزر. خب اینه من تونی ماهیمون الان در دینه از داری بیشوشه یه بیسیره بیشوشه کنارمونو بخوریم. مرسی عزیزم. ماما جان این کیما رو میبذارم فریزه وقتی اضافه آخه این فریزه نمیرسه ماما. دقیقا میدونستم الان میخوایی همینه بگی. اینقدر اینا خوشمزه هست که تم دیگه به فریزه نمیرسه ماما. آره واقعا سفره تموم میشه. آره اینا خیلی خوشمزه هست. خیلی خوبه. یعنی آدم وقتی میچینه پاسوبته باید یه دل سیر بخوره که دیگه عوض نکنه. آخه نمیشه. دیگه. نه نمیشه. دوباره حواس میکنی. یه چیزی یه مزه‌ای داره که حواس میکنی. نه واقعا خوشمزه است. فهمیدم. من بیارم از جلو به دوستان نشون بدم. اینه. خیلی لذیذ، خوشمزه. همینطوری حالت چیپسی هم میتونید بخورید. خونه رو هم نشونتون بدم. کاراش تموم شد دیگه. اون اول دیدید چقدر این وسط خونه همه چی وسط بود، الان همه چی سر جاش و مرتب. در دیوار همه سفید. بله این کاغذ وقتی دست میکشته میشن یا دیوارا همشون سفید و براق. بعد دوستان ببینید همین پرده که ما شستیم زدیم چی سفید و صاف آویزون کردی، اصلا یکی که دادی خوشویی آوردن. اصلا چروک نداره اصلاً ماما. اصلا چروک نشد. خودش هم خوش شد اون بالا. دیگه اینم از کارهای امسال ما. انشالله که شما شروع کنید یا شروع کرده باشید. فقط اینی که من بهتون میگم خودتون رو خسته نکنید. مثلا کاری که شروع میکنید یه مقدار که کار میکنید بقیهش رو بذاریم برای فردا. یا بقیهش رو یه مقدارش بذاریم واسه بعد از ظهر. حدودا من فکر میکنم 2 هفته یعنی با حوصله شما زمان نیاز دارین که خونه تکانیتون تموم شه. یعنی خیلی راحت بدون دردسر بدون زحمت بدون استرس یعنی از اول که شروع کنید تا آخر که تموم شه که دیگه بگین تموم شد و راحت شدیم حدودا 15 روز شما زمان نیاز دارین. دیگه آدم سر حوصله که انجام میده عجله نمی کنه، هم کارو بهتر انجام میده، همین که خسته واقعا نمیشه. واقعا این کار تمیزتر انجام میشه، بهتر انجام میشه با حوصله. یه وقتم بهتون بگم دیگه عجله نکنید، اگه فرصت دارید کم کم ایشالا به امید خدا کاراتون رو یواش یواش انجام بدید. ما رو با که تموم شد دیگه. اینم از کارهای عید امسال ما. اینم از عید امسال ما. خونه تکونی ما. بله دیگه. اینم از خونه تکونی امسال ما. خسته نباشید. مرسی مامان دست خودتان درد نکنه. خواهش میکنم. دیگه دوستا رو نتونستیم فیلم بگیریم دیگه. من تنها شدم.
بله. ولی سیم کشیش مشکل داره، بعد یه نفر میگه دو سه تا لامپاش خاموشه. بعد یکیشو که کلیدو میزنیم یکی خاموش میشه. حالا بعد میگم برقا بیا درست کنه. برنجم مامان کشی بیشتر از این نمیخوری مامان؟ نه نه خیلی زیاده. حالا شاید بخوری زیاده. من برنجم به دوستان نشون بدم به این صورت شده. ببینید این برنج کره‌ای اینطوری دونه های سیاهه. مامان جان اینم برای منه بذار. دیگه چم بیارم؟ ببینم آخه من تدیگ مگه میشه دوست داشته باشم؟ اونم تدیگ خود برنج که میبنده. گفتم شما نمیدونم من اینطوری فکر کردم. نه بده من بده طاقتم تموم شد دیگه. خب حالا من کیم رو نشونتون بدم که به چه صورت استفاده میکنیم. یه برگی کیم برمیدارم، بعد یه مقدار برنج میذارم لاش، و یه مقدار تون ماهی. حالا به جای تون ماهی تخم مرغ هم میشه و غذای کره‌ای، ولی با تون ماهی و تخم مرغ واقعا نیمرو واقعا میچسبه. این به این صورت. بعد این لقمه‌ای که گرفتیم و به این صورت دیگه کارش تموم شده، فقط موقع خوردنشه. جای همگیتون خالی. این برنج رو من طبق عادتی که داشتم همونطوری دون در آوردم. میشه نرمترم باشه درسته؟ میشه، چون با کیم میخواییم بخوریم مثل خود کره یا یه ذره چسبنده باشه بهتره. آره میشه. نه اینم خیلی خوبه. نه خوبه اومده. من دون در آوردم مثل همیشه که میپازم. آره. دون در اومده خیلی خوشمزه است. یعنی واقعا جای همه ایتون خالی، جای دوستان خالی، واقعا خوشمزه است. حتما یه سری به بازار بهشت آباد بزنیم. حتما. خوب هستی؟ خودم اتفاقی رو دیروز گرفتم از خودم. خب به مشتری گفتم یه دونه فیلم از من بگیر به یادگاری بمونه. ببینیم ما چی کار میکنیم. بفرم نگاه کن. آفه خسته نباشی. بفرم اون کار ما. بفرم بعده من از خودشون اجازه گرفتم که دارم فیلم میگیرم. خودشون مشکلی ندارم. این طبقاته. میبرم طبقه پنجم. پنج طبقه؟ بله پنج طبقه. فرش کل میکنی؟ با آسانسور اجازه نمیدادم. نه این جا نمیشه. لوله ترکم بالاست میشکنه. رسیدم تازه بالا. من مونده باز. این کار ما. بفهم واقعا خسته نباشی. پنج طبقه. حالا غیر از حالا بشوری و خوش کنی و مسئولیت رو بنویسم فاکتورشو یا جمع کنم بعد. بله هر جور راحتی بذار دارم روال کارتو هر جور همون کار انجام میدیم. چند متری فرشتون؟ دو تا چهار متری یه شیش متری میدونم میشه.
اینطور میخوره زیرش سنگه. من فقط اینا رو چسب دادم به این سنگه رو که پس بخوابونه بشه. نگاه کن اینه چسب فرش. آره مامان اینا رو زده ای که فرشا سر نخوره. یکی هم تو اتاقه دیگه. فرش بزرگا رو امسان ندادی مامان دیگه، همین دو سه تا کوچیکا بود. بعد چون تازه خریدیم. بله بله، فرش رو تازه یک سال نشده خریدیم. دستتون درد نکنه، خسته نباشید. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.